سه پسته امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به دست طالبان مسلح سقوط کرد. ولسوال بالابلوک فرا میگوید در این رویداد دو پلیس و پنج طالب مسلح نیز کشته شدند. به گفته او تعداد طالبان حمله کننده به صدها تن می رسید و قصد سقوط ولسوالی بالابلوک این ولایت را داشتند. ولسوال بالابلوک فرا می افزاید حمله طالبان مسلح بر مقام ولسوالی بالابلوک است و یعنی روحای مشترک امنیتی به ناکامی انجامید. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. سه پست امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به دست طالبان مسلح سقوط کرد. ملا سید محمد ولسوال بالابلوک ولایت فرا میگوید شب گذشته طالبان مسلح با هم یکجا شده بودند و میخواستند با راه اندازی عملات بزرگ ولسوالی بالابلوک این ولایت را سقوط دهند. اما به گفته او عملات آنها بر ساختمان ولسوالی بالابلوک از سوی نیروهای مشترک امنیتی به ناکامی انجامید و سپس بر سه پست امنیتی گنج آباد ولسوالی بالابلوک حمله کردند و آن پست‌های امنیتی را سقوط دادند. اما ولسوال بالابلوک فرا تایید می‌کند که مناطق پست‌های سقوط شده را در کنترل گرفتند و به زودی دوباره فعال خواهند شد. ولسوال بالابلوک ولایت فرا می افزاید در چند از تعداد مجروحین طالبان مسلح ارقام دقیق در دست نیست، اما در این درگیری ها پنج طالب مسلح و دو پلیس نیز کشته شدند. وی میگوید مخالفان مسلح دولت در حال حاضر از مناطق مرکزی ولسوالی بالابلوک متواری شدند و ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی است. مقام های امنیتی فرا میگویند عملات طالبان این بار متفاوت بوده است. با گفته آنان بیشتر گروه های طالبان مسلح مجهز به سلاح‌های بزرگ و سنگینند و می توانند پست های امنیتی را با استفاده از سلاح‌های سنگین سقوط دهند. با همه اینها دو قرارگاه امنیتی که در این اواخر از سوی مخالفان مسلح دولت در منطقه شمالگاه مرکز فرا سقوط داده شد، به گفته باشنده های محل و شورای ولایتی فرا دوباره فعال نشده است.